همانطور که ما به صحبت کردن درباره ازدواج و روابط خانوادگی ادامه میدیم فکر میکنم که برای من یکی از بزرگترین آیات از کتاب مقدس برای ازدواج جایی است که پولس نوشت و گفت شوهران زنان خود را محبت نمایی چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و بعد گفت این یک راز بزرگ است چگونه محبت مسیح برای کلیسا با روابط شوهر هم سرمقایسه مقایسه شده دلیلی که اون بسیار برای من مهمه اینه که پدرم قبل از اینکه تکس و من ازدواج کنیم درگذشت وقتی او درگذشت نمیدونستم چگونه یک شوهر باشم نمیدونستم چگونه یک پدر باشم نمیدونستم به یاد دارم یک روز دعا می کردم و خداوند فقط با قلبم صحبت کرد و من احساس کمبود می کردم و او گفت فقط به من نگاه کن به من نگاه کن و من به تو نشان خواهم داد پس ایمانم در مسیح واقعا به من کمک کرده تا چگونه خانوادم رو دوست بدارم و اون رو بسازم من همیشه در این خوب نبودم من یک مدل دارم و اون مدل روشی است که مسیح کلیسا رو دوست داره میخوام ما درباره اون تعهد ازدواج صحبت کنیم و فکر میکنم تعهد با تعهد ما به مسیح شروع میشه میخوام ما کمی در مورد اون بحث کنیم و بعد این سال رو بپرسیم تکس من با شما شروع میکنم به خاطر اینکه میدونم که شما یک نمونه ای دارید رابطه شما رابطه ما با خداوند چطور کمکمون کرد من تصویرهای کلمه رو دوست دارم و به اون مثل یک مثلث نگاه میکنم گوشه پایین سامیه و در گوشه طرف دیگه تکس و در بالای آن عیسی مسیح همونطور که به مسیح نزدیکتر میشیم اگر تمرکزمان بر ایساس به هم نزدیکتر میشیم شاید گاهی اوقات ما بیقرینه هستیم <تصفح> 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 شاید برخی از ما نزدیکتر یا دورتر هستیم اما اون چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه ایساست بله این قطعا اون رابطه رو با خداوند داشتن و محبتش فیزش بخششش و تمام اون چیزها رو پیدا کردنه درکی که با اون به پیش میریم و کمکمون کرده شما چی؟ چگونه رابطتون با خداوند به شما در ازدواجتون کمک کرده؟ فکر میکنم این برگرده با آنچه که کیلی در جلسه قبلی گفت یکی از آیات مورد علاقه من در فیلیپیان دو یک تا یازده است این سرود قدیمی مسیحی که همه آن فقط درباره قلب خادمی و فروتنی ایساس اگرچه او از ازل دارای اولویت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا رو به هر قیمتی حفظ کند بلکه او شکل یک خادم رو گرفت او نیومد تا خدمت شود بلکه دیگران رو خدمت کند او پایین ترین کاری که در آن جامعه بود را انجام داد او پاهای شاگردان را شست او کاری کرد که یک ارباب نمیتواند از خادمش بخواهد از این طریق به آنها نشان داد که ما باید اینگونه به همه به خصوص زنها و شوهرانمان برخورد کنیم اگر قلبی فروتن داریم اگر آن قلب دیگران رو داریم اگر با آنها برتر از خودمان فکر می کنیم اگر از مسیح تقلید می کنیم من فکر می کنم آن مسافت طولانی در کمک کردن برای پرورش یک ازدواج سالم رو طی کند. یکی از جالبترین چیزها اینه که وقتی در جلساتمون بودیم که درباره شاگردی صحبت می کردیم ما به اون آیه فلیپیان رسیدیم اون به نوعی مانند آیه کلیدیه از اینکه شاگرد عیسی بودن به چه معناست سپس وقتی درباره ازدواج و چگونه فروتنی و خدمت کنیم صحبت کردی. منظورم اینه که این برای زندگی مسیح بسیار مهمه به خاطر اینکه این, این ماهیت ایساکیه ایسا هست به من بگید بیاین در اینجا صادق باشین بچه ها اون چه شما از همسرتون انتظار دارید چیه؟ تکس به شما اجازه میدم شروع کنید بگید اون یک چیز که شما از من میخواید اگه من خادم هستم و باید اون رو داشته باشم یک چیزی که از همسرتون انتظار دارید یا میخوان چیه که دوست دارید فکر می ببینید میکنم یه چیز برای من ارتباط این مثل ارتباط برقرار کردن خدا با من از طریق ایساس و من به اون پاسخ دادم فکر میکنم ما اون خطوط ارتباطی رو در روح محبت برای یکدیگر باز گذاشتیم همونطور که کتاب مقدس میگه این برای من مهمه. پس وقتی ارتباط شکسته میشه، زندگی در اون نقطه لطمه پذیر میشه. و این مان است. بله، ما قصد داریم درباره ارتباط کمی بعد صحبت کنیم. اما دو چیز در مورد ارتباط وجود دارد. یکی کیفیت ارتباط و یکی کمیت ارتباطه. هر دوی اینها واقعا مهم هستند. شما فقط باید زمان برای انجام این داشته باشید و بعد کیفیت در روح و نگرش میاد این احتمالا سخته این بخش ارتباط برقرار کردنه فکر میکنم بخشش مهمه همونطور که ایسا ما رو در گناهانمون دوست داشت وقتی کاری رو کردیم که نباید میکردیم یاد بگیرید که بخشش رو قبول و طلب کنید پس منظورت اینه که من رو باید ببخشی حق با شماست اون ارتباط برای او شماست که خیلی مهمه بسیار مهمه, مهمه. شما چطور بچه ها؟ مهمترین چیزی که احساس میکنید از یکدیگر نیاز دارید چی هست؟ خب من فکر میکنم چیزی که دیو در اون واقعا خوب و فکر نمیکردم میدونستم که نیاز دارم تا زمانی که ازدواج کنم تشویق کردنه و من به طور طبیعی به خودم سخت میگیرم و ممکنه کاری رو انجام ندم یا کوششی نکنم فقط به خاطر اینکه احساس میکنم کس دیگه احتمالا میتونه اون رو بهتر انجام بده و فقط به نوعی عقب مینشینم و نگاه میکنم افراد دیگه رو انجام بدن اما به خاطر اینکه مشوق و به من باور داره به من کمک میکنه تا گام بردارم و به اون چیزی که خدا میخواد تبدیل بشم به جای عقب نشستن و تماشا کنم که از من رد میشه من فکر میکنم روشی که خدا ما رو به عنوان مردان ساخته است نیاز به احترام داریم نه احترام گذاشتن برای مغرور شدن بلکه فقط احترام واقعی باید آن را به دست بیاری چیزی نیست که درون یک فرد ساخته شود آنها باید به با آن کسی که هستید و شخصیتتان و چگونه شما کمک می کنید تا یک خانواده رو رهبری کنید احترام بگذارن پس فکر می کنم به عنوان یک مرد این احترام در پرورش انسان که خدا ما رو ساخته بسیار موثر است فکر می کنم که برای من این در امتداد خطوطی که تکس گفته این در رابطه با ارتباطه من احتمالا بیشتر اون رو من بیشتر کلامی هستم بعضی مواقع با صدای بلند فکر میکنم گاهی اوقات این بده اما من به نوعی همونطوری که صحبت میکنیم چیزها رو حل میکنم هرچه بیشتر صحبت میکنم بیشتر میگم بسیار خوب میبینم متوجه میشم نمیدونم چرا این روشی که من ساخته شدم پس برای ما داشتن زمان ارتباط در واقع گاهی اوقات من میگم هی میشه شام رو موکول کنی بیا یک جا بریم بشیم صحبت کنیم چون نیاز دارم به اون این یکی از بزرگترین نیازها در زندگیمه یکی از زیباترین چیزها اینه که خدا ما رو به یکدیگر داده تا نیازهای عمیق قلبمون نیازهای عمیق زندگیمون رو رفت کنیم و وقتی کتاب مقدس از راز مسیح و کلیسا و از زن و شوهر صحبت میکنه میدونید چیه ازدواج واقعا یک رازه بله گرچه اینم سرگم کنند من فقط درباره آن میگویم که راز و تفاوت رو بپذیریم آن شباعت به خدا که درون هر یک از ماست بسیاری از مواقع از تفاوت‌ها خشمگین میشویم چیزایی است که انتظار داریم به ما بدهند اما سپس ممکن است آنها چیزهای متفاوتی نیاز داشته باشند پس شما باید این تفاوت ها رو بشناسین بپذیرین و درک کنین و فقط بدانید خدا در آن وسط هست. زندگی افراد رو به این ترتیب میبینید. این دیدگاه شما رو تغییر میداد و شما از انگوش رو میبینین. چشماندازی از جلال خود از طریق همسر، شوهر و همه افرادی که شما ملاقات میکنین نشان داده میشود. بله، تکس این کتاب رو در زبان محبت خونده و همه ما به روش های متفاوت محبت رو میگیریم و محبت میدهیم ما باید روشی که دیگر افراد اون رو انجام میدن یاد بگیریم به خاطر اینکه اون چیزی که باعث میشه ما احساس دوست داشته شدن و پذیرفته شدن بکنیم ممکنه لزوما چیزی نباشه که باعث بشه کس دیگری به اون روش احساس کنه ما باید یک دیگر رو یاد بگیریم این بخشی از رابطه روش کردن در مسیح و تبدیل شدن به اونچه که خدا میخواد ما بشیم هست من فکر میکنم به همین دلیله که روابط وجود داره یک چیزی که میدونم اینه که رابطه شوهر و همسر واقعا پایه و اساسی برای روابط کودکان فکر میکنم که بزرگترین نیازی که بچه ها کودکان دارن البته دیو ممکنه بگه اینطور فکر نمیکنم اما فکر میکنم که نیاز بزرگی که دارن اینه که ببینم والدین چگونه به یکدیگر مرتبطن من فکر میکنم اون تولید امنیت یا ناامنی میکنه و اونها در زندگی با نمونه ای از پدر و مادر یاد میگیرن اونها یاد میگیرن اون رو چگونه انجام بدن یک کار دشوار چیزی که باید یاد گرفته بشه اون بخشی از آنچه که به معنی رشد در مسیح و بیشتر شبیه مسیح شدنه میخوام هر از شما رو تشویق کنم فقط به خداوند نگاه کنید اجازه بدید در شما کار کنه و از او بخواهید به شما بصیرت و حکمت بده که چگونه همسرتون رو دوست بدارید و چگونه اون محبت رو از همسرتون دریافت کنید خدا تا حد زیادی به شما برکت خواهد داد